امشب پارلمان بریتانیا معلق میشه. البته پیش از اون یک بار دیگه نمایندگان مجلس درباره برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی پیش از خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی گیری میکنند. چنین کاری نیاز به رأی 2/3 نماینده ها داره و احزاب مخالف میگن تا وقتی از تعویق برگزیت مطمئن نشن با اون موافقت نمی کنند. در همین حال نخست وزیر بریتانیا به دوبلین سفر کرده تا با همتای ایرلندی خودش درباره توافقنامه خروج و مخصوصاً بخش‌های جنجال برانگیز اون درباره مرز بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی گفتگو کنه. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از صحنه پارلمان مجلس عوام. These are propositions being put forward by people, and I believe them, who say that they take the rule of law seriously. But in their desire to rifle through the private correspondence of individuals, they set aside legal precedent, they set aside the good workings of government, they set aside the rights of individuals. Now, let me turn briefly. بحث‌های داغ همچنان جریان داره. در تصویر مایکل گوو رو می‌بینید، یکی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار که از نامزدهای رهبری این حزب بود و به تبع نامزدی نخست وزیری که به بوریس جانسون باخت. بوریس جانسون خروج به توافق رو یک شکست در حکمرانی خونده و همینطور تاکید کرده که تا پایان بریتانیا از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آرام نخواهد نشست. باید اضافه بکنم که مایکل گوو البته طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. این هم جان برکو رئیس مجلس بریتانیا که امروز گفت کنارگیری میکنه، اتفاقی بسیار نادر در پارلمان بریتانیا که یک رئیس مجلس از جایگاه خودش کنار بره. در هر صورت بحث ها بسیار داغ و پرحرارت در مجلس عوام، در صحن مجلس جریان داره. در تصاویر زنده هم میبینید خبرنگار ما بهرنگ تاجدین هم از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، پارلمان تا چند ساعت دیگه قراره به حالت تعلیق در بیاد، معلق بشه. وضعیت برگزیت در این حالت چی میشه؟ ببینید، تا قبل از اینکه مجلس پارلمان بریتانیا معلق بشه دو تا بحث جریان داره. اولین بحث که همین الان در جریان، درخواست نمایندگان برای انتشار ارزیابی دولت بریتانیا از عواقب خروج بیتوافق این کشور از اتحادیه اروپا است. یک سندی وجود داره به اسم عملیات یلو همر که یه جور پرنده است، که این سند اومده ارزیابی کرده که در صورت خروج بیتوافق بریتانیا از اتحادیه اروپا چه ضربه هایی به اقتصاد بریتانیا میخوره، چه اتفاقات اجتماعی میفته و الی آخر. نماینده ها میخوان دولت این سند رو به صورت کامل منتشر کنه و دولت داره مقاومت میکنه. بعد از اون قراره یه بحث دیگه بکنن در مورد اینکه آیا دولت بریتانیا به مصوبه مجلس که همین امروز به قانون رسما تبدیل شد با امضای ملکه، به این مصوبه عمل میکنه یا نه. این قانون اینه که اگر که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در نشست 17 و 18 اکتبر سران اتحادیه اروپا حدود یه ماه دیگه نتونست به توافق جدیدی برسه، به جای اینکه بریتانیا رو بدون توافق در پایان ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج کنه، باید تقاضای تعویق 3 ماهه برگزیت رو بکنه. بعد از اینها در آخر شب قرار یک رأی‌گیری هم بشه که برای بار دوم در همین 5 روز اخیره که دولت از نماینده ها میخواد که با برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی قبل از موعد خروج موافقت کنن. به نظر میاد همچنان با مخالفت احزاب رقیب دولت با یه همچین درخواستی، این درخواست برای بار دوم آرای کافی رو به دست نمیاره و پارلمان بریتانیا بدون اینکه قرار باشه انتخابات زودرسی برگزار بشه برای 5 هفته معلق بشه. از پشت سر صداهای مخالفت با خروج رو هم میشنویم، طرفداران اتحادیه اروپا که خیلی های اونها اصلا جلو پلاسشون رو در اطراف پارلمان پهن کردن، مدت هاست همینطور هستن. چقدر احتمال داره که بوریس جانسون بتونه یک توافق جدید به دست بیاره؟ یه خورده بعید به نظر میرسه. کنفرانس خبری مشترکی که آقای جانسون با لئو ورادکار نخست وزیر ایرلند امروز صبح داشت نشون داد که همچنان طرف اروپایی، اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایرلند، به نظرشون میاد که پیشنهاد
قابل قبول و قابل اجرای از طرف بریتانیا بهشون ارائه نشده، پیشنهادی برای تغییر توافقنامه خروج. چرا دولت میخواد توافقنامه خروج رو تغییر بده؟ به خاطر اینکه سه بار در مجلس رد شده و معتقد یک بخشیش که در مورد بحث مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند باید تغییر بنیادی بکنه. اما اون یک راه حلی برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، که دوباره برنگردیم به جنگ داخلی در ایرلند شمالی و حوادثی که چند دهه اون منطقه رو به شدت دستخوش خشونت کرد. بریتانیا نمیخواد، با این راه حل فعلی موافق نیست، به خاطر اینکه دستش رو در بستن قراردادهای تجاری میبنده، ولی از نظر طرف اروپایی تا الان جز قول و وعده هیچ راه حل الزام‌آوری ارائه نداده. در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی، هرگز نگو هرگز، ولی در شرایط فعلی به نظر میاد که امکان رسیدن به یک توافق جدید تو همین مدت کمی که تا نشست بعدی سران اتحادیه اروپا مونده خیلی کمه. رئیس مجلس بریتانیا جان برکو هم کنارگیری میکنه، اشاره شد به این اتفاق غیرمنتظره، دست کم چندان دربارش نشنیده بودیم. آقای برکو میگه که به همسرش قول داده بود که این دوره دوره آخرشه و اگر امشب نماینده ها به برگزاری انتخابات زودرس رأی بدن همین امشب، اگه نه 31 اکتبر موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اون موقع از مقامش کناره گیری میکنه. آقای برکو خیلی در مجلس در واقع همونقدر که طرفدار داره مخالف هم داره. وقتی اعلام کرد نمایندگان احزاب مخالف دولت، نمایندگان حزب کارگر و احزاب دیگه براش دست دادن، فقط چند نماینده محافظه‌کار براش دست دادن، بخاطر اینکه محافظه‌کارا معتقدن اگر به خاطر آقای برکو نبود بریتانیا تا الان از اتحادیه اروپا خارج شده بود، بخاطر اینکه آقای برکو در مدتی که رئیس مجلس بوده بعضی از عرف‌ها رو کنار گذاشته، مثلا اجازه داده به نماینده‌های مجلس که دستور کار مجلس رو تغییر بدن و یک طرحی رو که خودشون آماده کردن به در مجلس مطرح کنن. یه نمونهش یه بار دومش همین هفته پیش اتفاق افتاد. در مقابل خیلی از اون طرف معتقدن که آقای برکو در واقع قدرت مجلس رو بیشتر کرده و کاری کرده که مجلس در سیاست بریتانیا در رأس امور قرار بگیره. به هر حال چهره‌ایه که در واقع نظرات در موردش کاملا سیاه و سفیده، بعضیا خیلی دوستش دارن، بعضیا خیلی مخالفن. برای کسایی هم که مجلس بریتانیا رو در تلویزیون دیدن شخصیت خیلی جالبی بود دیگه، به هر حال مثل مبصر خیلی وقتا سر نماینده ها داد میزد، میگفت ساکت بشین که انقدر جیغ و داد نکنین. حتی همین هفته پیش یه بار نخست وزیر بریتانیا رو توبیخ کرد که چرا عرف مجلس رو زیر پا گذاشته و اسم یک نماینده رو آورده به جای اینکه مقامش رو بگه. به هر حال شاید دلیل اصلی کنارگیری آقای برکو این بود که حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرده بود میخواد عرف رو کنار بگذاره و در دوره بعدی انتخابات در حوزه انتخابیه آقای برکو یک نامزد معرفی کنه، کاری که معمولاً احزاب بزرگ بریتانیا انجام نمیده. همین الان آقای برکو ظاهر شد و به نظر میاد که این جلسه تموم شد یا رفتن برای تنفس. صحن مجلس در حال خالی شدن، مجلس عوام و نماینده ها یکی یکی خارج شدند، تعداد کمی در اونجا دیده میشه. منتخب بله میرن برای رای گیری و منتخب به قولی شب دراز است و قلندرها هم بیدار. ولی بهرنگ در نهایت بوریس جانسون کسی بود که قولهای زیادی داده، الان در چه موقعیتی قرار گرفته؟ خیلی کوتاه اگه بگی که او بالاخره فردی است که به زودی مقامش رو به کسی دیگر خواهد داد، یا اینکه بالاخره میتونه از این مخمصه خودش رو نجات بده و همینطور بریتانیا رو. ببین جمال، بوریس جانسون گفته بود اگر سنگم از آسمون بباره تا 31 اکتبر بریتانیا رو با توافق یا بی توافق از اتحادیه اروپا خارج میکنه. اتفاقات یک هفته اخیر آقای جانسون برای آقای جانسون سه تا گزینه گذاشته، یا اینکه زیر اون قول بزنه و درخواست تعویق برگزیت رو بده، یا اینکه خودش کناره گیری کنه قبل از اون تاریخ که تبدیل میشه به رکورددار کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری تاریخ بریتانیا، یا اینکه
که یه کار خارق‌العاده بکنه، معجزه بکنه، مثلا به توافق جدیدی برسه که هم اتحادیه اروپا راضی باشه، هم نماینده‌های مجلس تصویبش کنن، یا اینکه اتحادیه اروپا با درخواست تعویق مخالفت کنه، یا اینکه نماینده‌ها با خروج بی توافق مخالفت کنن. این گزینه‌ها یکی از یکی بعیدتره. در نتیجه آقای جانسون بعد از این یک هفته در موقعیت خیلی خیلی دشواری قرار گرفته و من نه فقط من، خیلی های دیگه بعید میدونن راه ساده‌ای برای خروج از این موقعیت پیدا کنه. ممنونم از بهرنگ تاجدین از مقابل کاخ وستمینستر پارلمان بریتانیا.